برنامه جربوزه زهرا سروش، خانم دکتر فوجان زینی روانشناس، آقای دکتر علی شمی روانپزشک. موضوع برنامه گرس، علف، ماریجوانا و مشتقاتش. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها حالا میشنویم و میبینیم که مجاز شده، مجاز بوده و یکم شایعات زیادی در اطراف این موضوع هست، برای شدیم که باز هم در موردش صحبت بکنیم که اطلاعاتی رو کسب بکنیم که کجا واسادیم و باید باش چه کار بکنیم، مخصوصا با جوانامون. در خدمت شما هستیم، خوش آمدید به برنامه جربوزه. حالا در مورد ماریجوانا میخوایم صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدی که هم شما هم آقای دکتر آوردن در مورد ماریجوانا، که خانواده واقعا بدونیم که باید چه کار بکنیم. آیا مثل سیگار و مشروب و الکل که عادی شده ولی نباید میشده، این هم داره میره تو اون زمینه، یا اینکه به نظر میومد که عادی بود ولی برسر در خفا عادی بود، ولی به خاطر اصراری که در امریکا الان وجود داره برای قانونی کردنش، که در خیلی از ایالات قانونی شده و بقیه هم دارن یواش یواش قانونیش میکنن، این رایج شده. یعنی اینی که الان خیلی از کسانی که حتی قبلا ممکن بود به خاطر اینی که غیر قانونی بود طرفش نمی رفتن، حالا مثل یه تنلقلاتی شده که یواش یواش وارد خیلی بازار، به خصوص شکلاتش هست، شیرینیش هست، براونیش هست، روغنش هست. این نیستش که فقط یک نفر حالا حالت سیگاریش رو بکشه، و زیاد شدنش قاعدتا برای غیر قانونی نبودنش و قانونی شدنش اتفاقی که افتاد اینه که بسیاری از اخبارهای مثبت رو پخش کردن و تمام فواید ماریجوانا رو در حقیقت شروع کردن پخش کردن و ضررهاش رو کمتر کردن، که اشخاص یواش یواش راحت تر بشن با این مسئله که بخوان اون رو قانونی بکنن. ولی خب متاسفانه در کار ما و دیدن اینی که چه اتفاقی برای بسیاری از اشخاص میفته وقتی که چه معتاد بشن بهش، و حتی کسانی که الزاماً معتاد نیستن ولی تأثیری که روی اونها میذاره دائم در روی توی دفترها میبینیم، و چه تأثیری در نه تنها برای اونها بلکه برای خانوادهشون داره میذاره، هر روز بدتر داره میشه. و خوبه که حداقل اشخاص بدونن، اینکه الان تنها پروپاگاندایی که در وجود داره فواید علف و ماریجوانا هست. شما به عنوان روانپزشک و روانشناس با عزیزانی روبرو هستید که حالا قبل بودید الان هم هستید، که می اومدن مراجعه میکردن که مصرف میکردن، آیا این مصرف الان بیشتر شده؟ آیا تاثیراتش متفاوت شده؟ حالا ما نمیخوایم بریم توی سیاست که به چه دلیلی قانونی شده، ولی در دنیای روانپزشکی و روانشناسی آیا این بهتر شده یا اینکه بدتر شده و خانواده و بچه کار بکنن؟ همینطور که خانم دکتر زینی گفتن، واقعا مسئله الان مسئله فقط اختصاص به کسانی که مصرف غیر قانونی میکنن نیست، چون در قدیم قانون وجود منع میکرد و کسانی که مصرف میکردن جز معتادین به حساب میمدن. امروزه با برداشتن این مانع از نظر اجتماعی که دلایل خودشو داره، صرف نظر از اینکه جنبه های مثبت و منفیش رو باید بهش نگاه بکنیم، مسئله ماریجوانا در دسترس بودنش به وفور خطرات بسیار زیادی رو برای جوانها، برای کسانی که مصرف میکنن به وجود آورده، و خانواده ها که مسئولیت دارن در رشد فرزندانشون باید آگاهی کافی داشته باشن و به این مسئله به عنوان یک خطر نگاه کنن، که در جامعه ای که قبلا ماریجوانا به طور فراوان وجود نداشته الان میتونه وجود داشته باشه و قانونم جلوش رو نمیتونه بگیره، برای اینکه نه اینکه نمیخواد بگیره، بلکه رأی دادن که نباید بگیره، و اجباراً اونها هم که واقعا معتقد هستن که این ماده مضری هست و خطرات بسیار زیادتر از سیگار و الکل داره، باید باهاش کنار بیان. بدونید در جامعه ما همه جور مواد هست، حتی امروزه قرص هایی که پزشکان برای بیماران نسخه می کنن مورد سوء استفاده قرار گرفته، و در حد زیادی معتادین به مصرف داروهای اعتیادآور که به صورت نسخه میاد در امریکا و در کشورهای غربی معتاد شدن و خطرات جانی زیادی برشون داره و آمار نشون داده، و در نتیجه الان کوشش دارن میکنن که اون هم کنترل بکنن، در حالی که ماریجوانا رو
که قبلا کنترل شده آزاد میکنن و این تضادها برای عده زیادی ایجاد کانفیوژن کرده که واقعا نگرانی کرده، تردید کرده. و وقتی با جوانام که صحبت میکنیم در حدی که من باشون در تماس هستم میگن خب عیبی نداره، چطور شما سیگار میکشید، بزرگترها مشروب هم میخورن، ما هم این رو مصرف میکنیم. و این خطر بزرگ رو ما الان ممکنه صدماتش رو نتونیم به درجه‌ای که هست ببینیم، سالهای آینده بسیار زیادتر خواهد شد. من دارم فکر میکنم که پس ما یا من به عنوان یک مادر و ما به عنوان خانواده بیایم مسئله قانون و ضرر مادر رو از هم جدا بکنیم. یعنی ممکنه الکل قانونی باشه در بعضی از جوامع، بعضی از جوامع اصلا قانونی نباشه. این به خاطر حالا دولت‌ها، سیاست‌های خاصشونه. ولی ما خانواده‌ها تکلیفمون رو جدا بکنیم. این الکل، این سیگار، این ماریجوانا خطر داره برای بچه ما، حالا چه قانونی باشه چه نباشه. ببینون قانون به هر صورت برای بچه ها هنوز غیر قانونیه، یعنی حتی اگر قانون آزاد کرده تا 21 سالگی کسی نمیتونه این رو بکشه و استفاده کنه. همونقدی که قانون اجازه نمیده بچه الکل استفاده کنه یا سیگار استفاده بکنه. در چه مسئله غیر قانونی بودنش فقط و فقط تا یعنی تا 18 سالگی، تا 21 سالگیه و بعد از اون به هر صورت میتونه غیر میتونه قانونی باشه که اشخاص استفاده بکنه. به عنوان پدر و مادر ما هنوز میتونیم که این مسئله رو که بچه من، فرزند من تا 21 سالگی نباید موادی رو که به ضررشه، موادی که مغزش تاثیر میذاره در جایی که بچه داره مغزش تا 25 سالگی در حقیقت شکل میگیره، هیچ کدوم از این ماده هایی که اینطوری داره روی مغزش تاثیر میذاره رو بهتره که استفاده نکنه. و پدر مادرها میتونن مسائل قانون رو زیر در نظر بگیرن، کما اینکه وقتی اشخاص میان توی دفتر من و میگن نوجوان من دیگه داره از 13 سالگی استفاده میکنه یا علف‌ها میخوره، صحبت من باهاشون دقیقا همین هست که بتونین بهشون بگیم با اینی که آزاد شده، با اینی که بزرگترها ممکن استفاده بکنن، ولی برای شما هنوز به خاطر این دلایل، یک غیر قانونی بودنش، دو مسئله ای که تاثیر میذاره، استفاده نکنید. ولی مسئله قانونی که ما کشیدیم مسئله اینه که زمانی هستش که شما دارین توضیح میدین که چرا غیر قانونیه، پس تمام ضررهاشو نگاه میکنید، بعد وقتی میخواین قانونیش بکنین تمام فوایدش رو میارین. و درسته که هر ماده ای ممکنه فایده یا ضررشو داشته باشه. امروز بعد از این مسئله قانونی کردنش شروع کردن جنتیکلی اینها رو دارن تغییر میدن، یعنی خود ماریجوانا رو دارن تغییر میدن و منظورتون ماده خود پلانتو، اصلا گیاه رو دارن جنتیکلی تغییرش میدن و شرایط مختلفی درست میکنن. بعد به خاطر اینکه اینا رو میارن و توی پخت و پز باهاش میکنن یا مثل روغن اینا رو درست میکنن، هر کدومش تأثیر متفاوتی داره. این نیست که فقط شما دارین ماریجوانا میخورین یا میکشین، هر کدومش حالا تأثیرهای متفاوتی میتونه داشته باشه. در این مورد واقعا باید دونست که ماریجوانا که از یک گیاهی به نام خشخ شاهدانه به دست میاد، یک گیاه ساده است که خیلی‌ها در منازلشون میتونن حتی داشته باشن در باغچه‌هاشون و راحت هم پوش میکنه. این شاهدانه مواد بسیار متعددی در برگ‌هاش هست، در ساقش هست، در جوانه‌هاش هست که از این ماده که روغنش میتونن تهیه بکنن یا به صورت سیگار برگ‌های خشک شده‌اش رو به عنوان گرس میگن یا علف میگن، اون ماده که اصل همه این مواد هست، مواد رزین‌های دارویی هست، THC است، تترا هیدروکنابینول مخففش THC. این ماده خب سالهاست ما میشناختیم، ولی در این حال علاوه بر این رزین یا این ماده شیمیایی 50-60 ماده دیگری هم هست که یکی دو تا از اونها رو الان روش دارم مطالعه میکنم. همونطور که خانم دکتر گفتن اونها هم خواص دارویی دارند، ولی خواص اعتیادآور اصلی مال THC هیدروکنابینول هستش که مقدارش در گذشته در این موادی که تهیه میکردن، هشیش که ما میشناسیم، چرس، بنگ، اینها اسامی فارسی است که به صور مختلف تهیه میشده در گذشته و هنوز، و اینها هستن که اثر نشه آور دارن، نشه ای که همراه با تغییر خلق و رفتاره و در حد زیادتر ایجاد توهم و صدا شنیدن میکنن. یعنی کسانی که مصرف هشیش میکنن، هشیشیون رو میگفتن در گذشته،
اینها صدا میشنون، با خودشون خوشحالن، صدا موزیک ممکنه بشنون، صداهای مختلف ممکنه بشنون و این رو با واقعیت اشتباه میکنن. در اون حالت جنون که با استراحت میگیم در اونها پیدا میشه، ولی درجات مختلف داره. پس مون خواصی که شما اشاره کردید خانم دکتر، اون هم اگزاجوریت شده، یعنی بیش از حد. خیلی از مواد گیاهی هست که الان دارن در لابراتوارها آزمایش میکنن و ممکنه سالهای دیگه به این نتیجه برسن که بعضی این مواد مؤثرن در بعضی از ناراحتی‌ها. الان اینو به درجه زیاد اگزاجوریت کردن. کسانی میان پل من میگن که من مصرف میکنم، شما مخالفید، ولی من شنیدم که برای اشتها خوبه، خوابم که درست میکنه، استراحتم که از بین میبره، پس چه ضرری داره؟ ببینید قشم که خوب میکنه، من که قش ندارم ولی میخونم که قش نگیرم، در حالی که این ماده برای این منظور نیست. خیلی ممنون. میریم و برمیگردیم ببینیم که پس این گرس کی باید استفاده بشه، کی استفاده نشه، بین بد و بدتر اگر دارویی باشه و گرس باشه کدوم استفاده بشه، آیا باید زیر نظر روانشناسان و روانپزشکان باشه یا افراد باید چه کار بکنن. ادامه میدیم برنامه رو بعد از اینکه برگشتیم. با برنامه جربوزه همراه شما هستیم با خانم دکتر فوجان زینی روانشناس، آقای دکتر علی شمی روانپزشک، و در مورد گیاه شاهدانه، مشتقات اون، گرس، علف و اسمایی که حالا روش گذاشتن و متفاوته صحبت میکنیم. نمونه هایی رو داشتن، از آفیسشون تعریف میکنن و واقعیت هایی که در جامعه هست در مورد این ماده. من خودم برنامه رو دیدم که روانشناسی نشسته بود، روانپزشکی نشسته بود و کاملا تعریف میکردن ازش و میگفتن که خب بهتر از بعضی از داروهاست در انتخاب، ولی اینکه کجا این سلاح استفاده بشه مهمه. مثل تیغه جراحی شده که به دست هر کسی نمیشه بدی و این تشخیص رو ما چگونه داشته باشیم. حالا هم قانونی شده هم وجود داره، به قول معروف میگفتن زنگ بزنیم 5 دقیقه در خونه میاد، تو مهمونی ها میبینیم. چه کار باید بکنیم؟ ببین مسئله خواصش از جایگاهی شروع شد که وقتی کسانی که داشتن از سرطان درد میکشیدن، دردهای خیلی زیادی میکشیدن و داروهای خیلی زیاد، کوکتیلی از داروهای عجیب غریب داشتن استفاده میکردن، متوجه شدن که مقدار استفاده از ماریجوانا تو آرامش درد اونها و بهبود درد بهتر بودش تا تمام ضررهایی که داروهای درد داشتن. یعنی شما بین بد و بدتر داشتین انتخاب میکردین که یه کسی که بیماری خیلی وخیم داره و به هر صورت در اونجا هست و در بستریه که به هر صورت داره میره به طرف مرگ در اون شرایط، ولی اون شرایط صحبت فانکشنالیتی و زندگی و موفقیت توش نیست. شما بین این جایگاهی که یه نفر چقدر آرامش پیدا کنه که فقط بخوابه که درد نکشه، بین داروها دارید انتخاب میکنید و ماریجوانا جز به اون داروها گفتن بهتره. این مسئله خیلی مهمه که آیا کسی داره استفاده میکنه برای تفنن و چه جور هست، هر چیزی استفاده میکنه به عنوان تفنن، یا اینی که آیا به عنوان اینکه دردش رو کم کنه، یا اینی که معتاد هستش بهش. ولی وقتی که آگاهی درست از مواد داشته باشیم، بعد ممکنه بتونیم تشخیص بدیم که آیا این ماده ای که تو بدن من میره، چه قهوه است، چه چایی، چه ماریجوانا، چه کوکائین، چه هروئین، هر کدومش که هست، من اگر گهگداری دارم استفاده میکنم، وقتی که آگاهی داشته باشم بعد میتونم انتخاب بکنم. اشکال اینجاست که الان اطلاعات درست راجبش نمیره، به خاطر اینکه مقدار زیادی فوایدشون فقط داره صحبت میشه و فوایدشو بزرگتر از اون چیزی که هستن انجام میدن، خودشون رو میندازن آدما تو دردسر. یعنی نوجوانانی هستن که مثلا الان دارن استفاده میکنن و میبینی مثلا توی مثلا گذاشتنش پختنش توی یه باره که دارن میدن و اکثر اینها مثلا صبح که استفاده میکنن به فاصله 2 ساعت توی مدرسه میرن تو کما، یعنی اینا رو باید ببرنشون توی بیمارستان دوباره ریوایوشون بکنن و برگردونن، برای اینکه دفعه نشه با شکلات هم اینا قاطیش کردن، خوشمزش کردن، طرف تمام بار شکلات رو داره میخوره صبح به عنوان مثل که مثلا پروتئین بار داره میخوره و یک دفعه در عرض 2 ساعت اینقدر بدنش زیاد این جذب بدنش میشه که دفعه حالش بد میشه و ممکنه که بمیره. به خاطر همینه که اطلاعات داشتن درست و صحیح
اون وقت اون شخص ممکنه حق انتخاب داشته باشه رو مدلی که داره استفاده میکنه. همه چیز زیان و ضرر داره، ممکنه مشروبم خیلی ها بهشون نسازه یا زیادش رو بخورن براشون بد باشه، ولی دانش به اینی که یک اون ماده چی هست، چه تأثیری رو بدن شما داره و چه تأثیری هم رو بدن به خصوص شما داره، یعنی هر کسی هر ماده‌ای رو نمیتونه استفاده بکنه و همون حالت رو براش داشته باشه. همینطور که اشاره کردید، مسئله درمان یا مسئله اثر دارویی داشتن در بیشتر مواقع کسانی که مصرف میکنن نیست، بلکه راحت به دست آمدن و مصرف کردن بدون نگرانی، که چون بیشتر اطرافیانم مصرف میکنن قبحش، ناراحتیش، احساس عدم امنیت از بین میره و بعدم یه وسیله میشه برای لذت جویی آنی و بعدم احساس عدم گناه بکنن، یعنی اینو گناه نمیکنن برای اینکه غیر قانونی نیست. این یه مشکلی است که الان متوجه جوان هاست، یه شرم و خجالت هم ازش رفته کنار، به خاطر اینکه قانونا در کشورهای مختلف به خصوص الان در امریکا در چندین ایالت و احتمالاً بیشتر هم خواهد شد، این رو قانونا آزاد گذاشتن. چرا؟ برای اینکه امکان کنترل وجود نداره، نه اینکه تغییری پیدا شده، تحولی پیدا شده در دانش ما که این مسئله بی ضرره، نه مصرف ماریجوانا نه بی ضرر نیست، خطرات خودشو داره. در کنارش خطراتش چیا هست؟ خطراتش اولا مغز که در حال رشد هست، مغز رو رشدش رو اختلال درش ایجاد میکنه. جوانها چرا نباید، بچه ها و جوانها تا سن 18 سالگی، شاید 21 سالگی در بعضی مواقع در بعضی جاها، چرا نباید الکل مصرف کنم؟ برای که ثابت شده در طول زمان که مغزی که همراه مصرف الکل رشد کافی نمی کنه و این سلول ها واقعا در فعالیت خودشون باز میمونن و این تحول میتونه در زندگی آینده نقش بسیار مهمی داشته باشه. ولی افرادی که مثلا 40 سال به بالا دارن سلول مغز رو میکشه. یکی از مواردی که راجع به پات ماریجوانا استفاده میکنن تو امریکا مرسومه، بهش میگن پات هد. پات هد یعنی احمق، یعنی اینه که آدم ها رو بعد از چندین سال حالت احمق بهشون دست میده، برای اینکه پروسسینگ مغز از بین میره، یعنی نمیتونن مموری یا سلولا رو، بله سلولا ممکنه نمیرن ولی فعالیتشون کم میشه. به همین دلیل اغلب کسانی که مقدار زیادی ماریجوانا مصرف میکنن دیده شده بی علاقه میشن به زندگی، اون اشتیاق زندگی درشون کم میشه. اغلب میگفتن دراویش با یه حشیش و یه لقمه نان زندگی میکنن. خب اون زندگی درویشی را اگر ما بخوام برای همه پیش بینی بکنیم با واقعیت جور نیست. اگر کسی از فرار میکنه از مسئولیت و راحته، استراب نداره، این بیماری است. یه بیماری است که به وجود اومده. میونه کلمه تو میگن که مثلا ما وقتی که میکشیم تمرکزمون بیشتر میشه، خلاقیت از نظر خودشون. من یادم هست وقتی که دانشجو بودیم یک کسی ویولون میزد و صحبت از مصرف ماریجوانا بود در ایران. این خاطره گذشته در ایران، موقعی که دانشجو بودم من بیمارستان روز بکار میکردم در سال سوم چهارم دانشگاه پزشکی که بودم و این آقا رو دعوت کردم، گفتم این مصرف میکنه، مصرف کننده است و همه هم میدونستن که این ماریجوانا مصرف میکنه و میگفتن ویولون میزنه. دعوتش کردم میگفت خب حالا تو که ویولون میزنی زمین هم ماده ای رو به معنی هشش مصرف میکنی، چه خاصیتی داره؟ که من وقتی میزنم احساس میکنم که بهترین نوازنده هستم. وقتی شروع کرد به زدن همه ما واقعا گوشامون رو گرفته بودیم، برای اینکه نوای بسیار گوش خراشی به وجود می آورد. حالا من این رو اگزاجریت میکنم برای اینکه بیشتر جالب باشه، ولی به اون درجه البته نبود، ولی این آقا برای خودش بهترین نوازنده بود. خب اگر چنین احساسی رو افراد میخوان داشته باشن برای خودشون، خب برن در خلوت این کارو بکنن. وقتی میخواد بیاد در جامعه، یه کسی میخواد به عنوان یک هنرمند در جامعه رشد بکنه، باید مغزش سالم باشه، مغزش باید کلیر باشه، از هنرش باید استفاده کنه، نه از مخدری که تخدیر میکنه و اون احساس ناراحتیش رو که میاد تو جمع از بین ببره. نه این اون صحبت نیست. که شما میفهمید، من با یک آقای نقاشی کار میکردم که بسیار زیبا نقاشی میکرد.
و خودشون فرمودن که رابطه هاشون داره از بین میره و به خاطر همین اومدن که اعتیادشون رو ترک بکنن و فرمودن که بعد از اینکه داشتن ترک میکردن در روز 6 ماه میدیدن که من خلاقیتم نمیاد و فقط میگفتن تنها دلیلی که من میتونستم اونجوری نقاشی کنم به خاطر ماریجوانا بود. 2-3 بار ریلپس کردن ولی بعد بالاخره قطع شد. و خیلی جالب بودش که وقتی بعد از چند سال این ماجرا رو نگاه میکردیم میدیدیم که نقاشی ایشون نه تنها بهتر شد و خلاقیتش بیشتر شد بعد از علف، بلکه تا اون زمان یه کسی بودن که میگفتیم نقاشی هستن که در گاراژ خونه بودن فقط، با اینکه بسیار زیاد زیبا بودی نقاشی ها ولی از گاراژ خونه بیرون نمیومد، تو همون فضا بود. لحظه‌ای که ایشون اتفاقا گذاشتن کنار، نه تنها خلاقیتشون بیشتر شد، بلکه نگاه کردن که جامعه اگه قراره که خلاقیت ایشون بره دستشون به چه مدلی باید به وجود میومد، ارتباطش برقرار شد. و شاید فقط تابلو نبود، اومد روی سرامیک ها کار کرد، شروع کرد مجسمه سازی کردن و بعد امروزی که ما داریم صحبت میکنیم تو بزرگترین گالری های امریکا اینشون نقاشی هاش و مجسمه هاش داره میره و فقط به خاطر اینی که این مبحثی رو که خودش تصور میکرد من فقط خلاقیتم از علف هست و ماریجوانا هست، متوجه شد که نه، بقیه مغز تکون نمیخورد. ممکن بود یک قسمت فقط از خلاقیت باشه ولی بقیه تصمیم گیری ها، انگیزه رفتن، ارتباط ها همش مرده بود. یعنی واقعا قسمت مثال... دیگه فلج با. میشه و یه قسمت مثال با. جالبی شما زدید و به خصوص مثل که الان احساس میکنید اون آقا نشستن دارن تماشا میکنن برنامه رو، خیلی با احترام با ایشون صحبت کردید. بله بله، این خاطره که شما دارید، این ماجرایی که گفتید در بیشتر مواقع صادقه، ولی همه اون فرصت رو ندارن که بیان پلو شما یا پلو من بشینن در دل کنن، مشکلشون رو بگن و اونجا بهشون راه حل بهشون بدیم. باید بدونن، باید بدونن که این ماده مخدر حالا ممکنه تریاک باشه، ممکنه مشروب زیاد باشه، اینها کاراییشون رو کم میکنه. نه اینکه به خاطر اینکه مشروب میخورن استرابشون کم میشه، خیلی هستن که واقعا به علت این عاداتشون از کار هنری مجبورن دوری بکنن به خاطر اینکه نمیتونن رقابت بکنن، اون رقابتی که خیلی خیلی شدیدم هست. و به همین دلیل افرادی که میبینید در هنرمندایی که احتیاط پیدا میکنن، بارها اتفاق میفته که زندگیشون از دست میدن، باید برن ترک بکنن، برگردن و سالها طول میشه تا مجددا اون شهرتشون رو بتونن به دست بیارن. پس احتیاط راه حل نیست، بلکه یه فرار از برخورد با اون مشکلی است که شخص داره بدون اینکه آگاهی داشته باشه. میونه کلمه نتیجه گرفتیم، حالا که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، که علف جزء اعتیاده، نمیتونیم جدا بکنیم. ما توی جامعه همه جا دارم میگن قانونی شده، راحتی میتونیم، نباید اینجوری فکر بکنیم. و متخصصین دارن میگن که ضرر داره، بچهای 21 سال به پایین نباید بکشن، اینجوری که از برنامه گرفتیم، و جزء چیزایی هستش که حافظه کوتاه مدت رو تحت تاثیر قرار میده، سلولای مغز در حال رشد که هستن رو استاپ میکنه، جلوش رو میگیره و خلاصه ضرر داره. نفعش اونقدر کمه که بین بد و بدتر وقتی در سنای بالا بیماری های بسیار مهلکی که ما رو اذیت میکنه و نمیتونیم از پسش بر بیایم و داروهای آنچنانی باید بخوریم، اون وقت زیر نظر دکتر تجویز بشه بهتره. برداشت من درست بود؟ جزء اعتیاد نیست بلکه اعتیاد آوره و در نتیجه کسانی ممکنه که گهگداری استفاده بکنن، کسانی هم ممکنه که معتاد باش بشن. متاسفانه اخبار مثل اینه که اشتباهه که احساس میکنن که ماریجوانا استفاده کردن اعتیاد نمیاره یا با اون معتاد نمیشن یا از بدنشون ویدرو نمیکنن، در که اینا همش اشتباهه. اعتیاد میاره، یکی از گیتوی دراگه، یعنی میگن اول از این شروع میکنن، نوجوانا به بقیه میرسن، انگیزه رو از بین میبره. سپاسگزاریم. پدر مادرها واقعا باید آگاه باشن، اونها هستن که میتونن جلوگیری بکنن از خطر اعتیاد جوانها که گرایش دارن، تجربه میخوان بکنن و این تجربه کردن میتونه مقدمه برای اعتیاد باشه. سپاسگزاریم ازتون، همینطور از بینندگان خوبمون، تا برنامه دیگر.